من یه چیزی الان یادم اومد، البته من هیچ وقت تو جلسات چون کوتاه حرف میزنم داستان نقل نمی کنم، ولی این داستان خیلی برام عبرت آموز بود. من وقتی که قم زندگی می کردم با یکی از دوستانی که اون دوستم مثل خود من بود، ما با هم مباحثه می کردیم، یه درسی رو با هم مباحثه می کردیم نزدیک ظهر، مثلا فرض کنید از ساعت 11 تا 12 صبح یک ساعت هر روز ما توی جای همدیگر رو می دیدیم و راجع به درسی که مثلا روز پیش گرفته بودیم بحث می کردیم. اینو بهش میگن طلاب مباحثه. اون جایی که ما مباحثه می کردیم مرحوم آیت الله نجفی مرعشی نماز ظهر به جا می آوردند. اینی که گاهی از روزها تا می اومد بحث من تموم بشه، آقای نجفی هم، آیت الله نجفی مرعشی، ایشون هم با مریدان خودش و اینا می اومدن اونجا که آماده بشن برای نماز ظهر. تو یکی از این روزها من نشستم، بعد از اینکه درسم تموم شد نشستم، ایشون نشسته بودن، نشستم، بعد یکی از مریدانشون گفت که حاج آقا شما اون داستان رو خودتون نقل میکنید یا دیگری نقل کرده و شما شنیده اید؟ اون وقت ایشون گفتن که نه، من اینو خودم. گفت میشه یه بار دیگه برای دوستان نقل بکنید؟ اون وقت این داستان رو ایشون نقل کردن، برای من خیلی جالب بود، خیلی تکون دهنده بود. ایشون میگفتن که البته تاریخ دقیق مشخص نمی کردن، ولی من خودم نمیدونم از کجا استنباط کردم که تو جنگ جهانی اولی واقع رخ داده. مثل که در جنگ جهانی اول خیلی ناامن میشه کشور ایران، خودتون دیگه بهتر از من میدونید، خیلی ناامن میشه و تهران مخصوصا بسیار بسیار ناامن شده در جنگ جهانی اول. خب پایان تقریبا حکومت قاجار هم بود، چون در 1299 دیگه کودتا صورت گرفت، کودتای رضا شاه که میشه پایان، میشه قبیل جنگ، همزمان با جنگ جهانی. عرض کنم که واقعیشون رو نقل کردن، گفتن که یکی از تجار بازار تهران اون سال عازم سفر حج میشده، همسرم نداشته، فقط یک دختر داشته. خب تهران رو هم بسیار بسیار ناهم میدونسته. بعد به هر کی مشورت میکنه که آقا من دخترم رو میخوام به یک کسی بسپرم که این مدتی که من سفر میرم و برمیگردم ایشون محفوظ باشه، دخترم بالاخره شهر ناهمی، همه بهش میگن که تو تنها راهش اینه که اینو بذاری پیش رئیس، عرض کنم که قدار کشای شهر، چون اگه ناامنی باشه اون که این ناامنی رو ایجاد میکنه اونه، بنابراین اگه پیش اون باشه از همه جا محفوظ تره. به خاطر این که اونم یه شخصی بود اونجور که توی آدم هست به نام عباس قصاب بهش میگفتن، میگن به نظر میاد اینجور، چون غیر پیش غیر او بذاری از دست قدار بندای او دختر امنیت نداره. ایشون هم نقل کرده بود، گفته بود که آقای نجف نعشی میگفتن که نقل کرد برای من که من رفتم و با کمال اکراه عباس قصاب رو دیدمش و گفتم راستش من فلانی میخوام برم مکه و این شهرم ناامنه، و بهش گفتم که چون تو قدرت داری من پیش کسی دیگه نمیتونم بذارم، چون تو قدرت داری و میتونی حفاظت بکنی، با این تعبیر گفتم بالاخره. و ایشون هم تأملی کرد و گفت بسیار خوب. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ گفت که شما برید خونه من و خانومم و بچه هم اینا تو خونه هستن، دخترت رو بذاری پیش ایشون. چون گفته بود که من رفتم و در زدم و عیال ایشون اومد و بهش گفتم که آقا داستان از این قراره بود. ایشون هم گفت که بسیار خوب، اگه مثلا شوهرم گفته بسیار خوب بیاد. من با دخترم خداحافظی کردم و رفتم مکه. رفتم مکه و مدت‌های مدیدی طول کشید و تا اینکه از مکه برگشتم. در تمام این مدت هم که در مکه بودم خیلی واقعا مضطرب بودم که آخه
چه کاری بود من کردم، ولی بالاخره کرده بودم. گفت تا اومدم از مکه برگشتم و رفتم در زدم و دخترم اومد و گفتم عذرخواهی کردم و اینا و دختر رو گرفتم و رفتیم منزل. رفتم منزل رو به دخترم گفتم که رفتار این فلان کس چجور بود تو خونه به این عباس قصا. گفت که من ندیدمش چونو تو خونه. گفتم یعنی چی؟ مگه تو خونه شو نبودی؟ گفت چرا، من تو خونه شو بودم ولی تو این مدت ایشون خونه نیمد. گفتم چجور خونه نیمد؟ گفت نمیدونم ولی من ندیدم ایشون، من به چشم ندید. میگه بعد از چند روز که آمد و رفت بود و اینا و کمی سرم خلوت شد، این رفتم در دکان عباس قصا و سلام علیکم گفتم که این دختر من میگه این مدت که مثلا منزل شما بوده شما خونه نرفته؟ گفته بود که بله نرفتم. گفتم که آخه چرا؟ گفت که من راستش به خودم مطمئن نبودم و وقتی که تو به من امانت سپردی دخترت رو، من نمیتونستم به خودم اطمینان داشته باشم و به صلاح دیدم که من اصلا چشمم به دختر تو نیفته. اینه که من توی مدت که تو نبودی شبها همین قصابی رو در رو میبستم و تو مغازه میخوابیدم و نمیتونستم به خودم اطمینان داشته باشم و بعدم نمیتونستم خیانت کنم در امانت. چون گفته بود که من خیلی شگفت‌انگیز برام بودی واقعه که یک کسی تا اینقدر حواسش به قول خودش باشه که چه قولی داده بود چه کرده بود. از سوی دیگری وقتی که وارد بازار شدم و دیگه باز روال زندگی عادی، همه میگفتن که عباس قصا عوض شده، دیگه اون آدم قبلی نیست و تو این مدتی که تو اونجا بودی مکه بودی و اصلا خلقیاتش عوض شده میشه. گفت مدتی گذشت، یه روزی من رفتم پیشش و گفتم که تو باید نقل کنی برای من، یه چیزی به نظر میاد تو زندگی تو پیش اومده، اکراه داشت برای گفتن و اکراه و اکراه. خلاصه چند بار من رفتم اومدم تو یه وقتی برای من نقل کرد. گفت من اینو نقل میکنم ولی همینطور که تو من در امانت تو خیانت نکردم، تو هم در امانت من خیانت نکن، تو من زنده هم اینجای نقل نکن. گفت که گفتم بسیار خوب نقل میکنم. گفت تا زنده هم قول بده نقل نکنی. و گفتم بسیار خوب و نقل کرد. گفته بود که دو سه شب از رفتن تو که گذشت من شبی تو مغازه خوابیده بود، در خواب یادم نیست، حالا من مصطفی دیگه یادم نیست که امیر المؤمنین نمیدونم یکی از ائمه حالا بگیر امام حسین فکر میکنم برحب یادم نیست، یکی از ائمه بودن به خواب. گفتن که عباس چرا تو مغازه خوابیده ای؟ گفتن که راستش یه آقایی من دخترش من سپرده بود و من اطمینان نداشتم که یا خیانت نکنم به این و اینجا خوابیدم. گفتن که چرا خوابیده ای؟ گفتن آخه من به خودم اطمینان نداشتم. گفتن آخه تو عباس سابق که نیستی. اینو گفتن و من از خواب پریدم. از خواب که پریدم حالم دیدم عوض شده دیگه، دیدم دیگه اصلا حالت سابق رو ندارم و اون عادات سابقم یه بار تو از خواب که پریدم که همه چی ازم و یه آدم دیگه ای شدم دیگه. و آره و بعد گفتن که بهش گفتن یعنی این قصاب که بهش میگن عباس جوان مرد، از اون به بعد بهش میگن عباس جوان مرد و من فکر میکنم که در همون نواحی هم هنوز یه چیزی وجود داره، جوان مرد قصاب بله بله به اسم شیخ خیابون جنوب هست. و گفته این عباس گفته بود که من فکر میکنم فلانی این دختر تو که بر پیش من امانت سپردی این اجره اینه که من خیانت در امانت نکردم، چون من کاری نکرده بودم که
لیاقت داشته باشن که فلان امام به خوابم بیاد و یه همچه کاری بکنم. ببینید اینو خیلی عجیبه، یعنی اینو بشه میگن کسی که قولی که داده دیگه قولش مالکه برونه، دیگه با قولش نمیتونه بازی کنه، قولش داره با او بازی میکنه و اونو میکشونه به این سوز. اگر شما در تذکرت الاولیاء عرفا هم دقت بکنید، نه فقط تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری، چون عارفان در همه فرهنگ ها تذکره ازشون می نویسن، یکی از چیزایی که خیلی عرفا بهش تکیه می کنن همینه که شخص امانت خودش رو ادا بکنه و امانت رو همونجور که تحویل گرفته همونجور هم تحویل بده. خیلی به ادای امانت تکیه شده. یک جمله معروفی هست از من سالها پیش خوندم دیگه یادم رفته، ولی این عبارت الان یادم نیست که بتونم براتون بخونم. حدیثی است از امام صادق که یکی از اصحاب امام صادق آمده پیش امام صادق و از کسی خیلی به نیکی یاد کرد. امام صادق رو گفتن که خب تو اینقدر ازش به نیکی یاد میکنی و تمجید میکنی، چه ویژگی داره؟ ایشون چند تا ویژگی مناسکی شعائری نام برده که نمازهاش نمیدونم چجوره، روزهاش نمیدونم چجوره، از این حرف. خوب بوده که حدیث این شادم بود که براتون میخوندم، ولی دقیقا مطلب اینه. بعد امام صادق به ایشون میگن ولی من هیچ کسی رو ازش تمجید نمی کنم مگر اینکه سه تا صفت درش ببینم. یکی این که وقتی سخن میگه راست بگه، دوم وقتی که عهد میبندد به عهد خودش وفا بکنه، سوم وقتی که امانتی بهش سپرده میشه امانت و خیانت درش نکنه. حالا این سخن مال امام صادق بوده نبوده به اونش کار ندارم، تو کتابهای ما از قول امام صادق، کتابهای ما شیعیان، ولی به هر حال این نکته خیلی مورد تأکید عارفان بود. این ادای امانت خیلی تأکید برشون کردن که امانت رو باید ادا کنید به همون صورتی که به شما داده شده. البته عارفان این امانت رو در چیزهای دیگر هم میگرفتن، مثلا میگفتن بدن ما هم امانتیست که خدا به ما داده و استعدادهای ما هم امانتهاییست که خدا به ما داده و نیروی ما و توانایی های ما، همه اینا رو امانت می‌دونستن و می‌گفتن نباید دخل و تصرف نابجا تو این امانت ها کرد. ولی به هر حال اعتماد برانگیز اداره امانت خیلی مهمه که شخص ببینن امانتی رو که بهش سپردن به همون صورت ادا می‌کنه. خب اعتماد برانگیز.